فصل کتاب. ملکوت، نوشته بهرام صادقی، فصل اول، قسمت دوم. یکی دو دقیقه سکوت جای خود را در اتاق باز یافت. دکتر حاتم از میان قفسه کتابهایش کتاب کوچکی بیرون کشید و نشان داد و سکوت را شکست. اخیراً این را می‌خوانم. مطالب جالبی برای من در آن وجود دارد. ایکلیا و تنهایی او. دیده اید؟ منشی جوان قد راست کرد و دستهایش را به هم مالید و عرق از پیشانیش سترد. آه، نه، من وقت بسیار کمی دارم. خیلی کم کتاب می‌خوانم. بسیار خوب. دیگر ماساژ کافی است. اکنون کوراترانژه با جدار معده رفیقمان در جدال است. شما بهتر است استراحت کنید. شاید نیم ساعت دیگر بیرون بیاید. منشی جوان نشست. صدای سرفه بیخیالانه مرد چاق به گوش رسید. ناشناس روی صندلیش جابجا شد. آقای مودت که به سختی نفس می‌زد، نیمخیز شد و مثل کسی که لقمه در دهان داشته باشد گفت: می‌خواهد حالم به هم بخورد. ناشناس به شتاب سر به سوی او برگرداند. منشی با خوشحالی کودکانه‌ای فریاد زد: شنیدید؟ به حرف درآمد. از آن وقت تا به حال یک کلمه هم حرف نزده بود. آقای دکتر، آیا خوب می‌شود؟ دکتر حاتم جواب داد: بله، این علامت بهبودی است. او نباید حرف بزند، باید ساکت بنشیند. آقای مودت خاموش ماند. مرد جوان کوشید که حس احترام و دلجویی خود را هرچه بیشتر به دکتر حاتم نشان بدهد. پس شما خیلی کتاب می‌خوانید؟ بله، ظاهراً، اما کتاب‌های خصوصی را. شما اوقاتی بیکاریتان را چگونه می‌گذرانید؟ من زن دارم. حدس می‌زدم. تازه عروسی کرده اید؟ شاید 6 ماه، اما به اندازه یک دنیا زنم را دوست می‌دارم. می‌توانید داشته باشید، البته اگر بتوانید داشته باشید. هر دو جوانید و در ابتدای زندگی هستید. حتما زنتان خیلی خوشگل است. اوه، چه باید گفت؟ شما آقای دکتر مرا مسحور کرده اید. مثل بچه‌ای شدم که دلش می‌خواهد از اسباب بازی‌های قشنگ و پرزرق و برق خودش برای کسی که از او خوشش آمده حرف بزند. اما باور کنید، زنم برای من پاره‌ای از زندگی است. او را می‌پرستم. ذوق زده شدید. معلوم است که واقعا عاشقید. الان او را می‌بینم. موهای بلوطی رنگش مثل آبشار تا روی شانه‌هایش فرو ریخته است. در لباس چیت گلدارش می‌خرامد. آخر او سادگی را بسیار می‌پسندد. آیا بازوهای لطیفش را به شاخه یاس تشبیه کنم؟ همیشه تا سحر منتظر من خواهد نشست. عشق شما را شاعر کرده است. اسمش چیست؟ ملکوت. فراموش نمی کنم که از همان روز اول در گوشم زمزمه می کرد که ما باید خوشبخت باشیم، باید با هم باشیم، بچه دار شویم و اسمش را با هم انتخاب کنیم. ملکوت؟ این اسم خیلی به نظرم آشنا می آید. من در آغوش او به سادگی و صفای زندگی پی بردم. ناشناس مهیلانه لبخند زد. دکتر حاتم گفت: این تنها موردی است که به کسی حسد میبرم. بگذارید اعتراف کنم، من در این سن و سال خودم را بیش از هر وقت برای دوست داشتن و عشق ورزیدن آماده میبینم. شاید کسی نفهمد، اما خودتان میبینید دست و پاهای من چالاکند، قوی و تازه، اما سرم پیر است.
به اندازه سالهای عمرم من اغلب اندیشیدم که آن دوگانگی که همیشه در حیاتم حس کردم نتیجه این وضع بوده است. یک گوشه بدنم مرا به زندگی می‌خواند و گوشه دیگر به مرگ. این دوگانگی را در روحم کشنده‌تر و شدیدتر حس می‌کنم. شما به روح اعتقاد دارید؟ همین را می‌خواستم بگویم. بحثمان به کجا رسید؟ من از زن و عشق خیلی ندیدم. هرچند تا کنون چندین زن گرفتم و اکنون آخرین آنها با من زندگی می‌کند، اما هیچ کدام یکدیگر را دوست نمی‌داشتیم. آن چیزی که امروز به اسم شانس معروف است همیشه از من رمیده است. زنهای من یکی پس از دیگری میمیرند یا دیوانه میشوند یا خیانت میکنند یا طلاق میگیرند. آه، پس به شما خیلی بد میگذرد. من افتخار میکنم که در جریان اسرار شما قرار گرفتم. هرچند اسرار رنجاوری است، اما با صداقت عرض میکنم، آیا کاری از دستم بر نمیآید که برایتان انجام بدهم؟ نه متشکرم، شما مرا بر سر شوق آوردید که حرف بزنم. همین کافی است. مدت ها بود برای کسی از ته دل حرف نزده بودم. ولی باید به من قول بدهید که هرچه می شنوید برای خودتان نگه دارید. من سالهای درازی است که در این شهرستان دور افتاده کار می کنم. همانطور که می بینید با تنگ نظری های مردمش، این طرز زندگی، خیابانهایش، بعد از اورهای خسته کنندهش، غروبهای غم‌انگیزش و این برقش که فقط آخر شب نورانی می شود می سازم. در اینجا بیش از هر محل دیگر پوسیده و فرسوده شده هم. پیش از این در شهرها و آبادیهای سرزمینهای دیگری بودم، بسیار دور از اینجا. وقتی دیگر نمی توانستم بمانم یا مأموریت وجدانیم را انجام یافته می دیدم، بی خبر می گذاشتم و می رفتم. منشی جوان آه کشید. آن روز هم گمنام و تنها به این حدود آمدم. اساسیه مختصر و کیف تبابتم تنها سرمایه ام بود. تازه آخرین زن جوان و زیبایم را که بیشتر از دیگران دوست می داشتم به خاک سپردم. اسمش چه بود؟ این تصادف است، ملکوت بود. او مسموم شده بود. آن روز هم مثل همیشه و همه جا همان دوگانگی سخت جان همراهیم می کرد. یا بگذارید من مثل شما شاعر بشوم. در درون من بود، زیرا او همسفر نامرئی و وفادار من است. همه وقت در درون من. من افسوس می‌خورم که چرا درست نمی‌فهمم. شما تجربه‌های زیادی دارید، علم زیادی دارید و من فقط در برابرتان به اعجاب دچار می‌شوم. از شما تشکر نمی‌کنم، زیرا مبالغه کردید. ولی به هر حال مسئله برای من باور کردن یا باور نکردن است، نبودن یا نبودن. زیرا من همیشه بودم. در همه سفرهایم، پای پیاده، در دل کجاوه ها، روی اسب ها و درون اتومبیل ها، وقتی که برف و بوران جاده ها را مسدود می کرد و یا آن زمان که از میان درختان گل می گذشتم و در آن غروبی که به شهری می رسیدیم و به سراغ مهمانخانه اش می رفتیم، یا در سحری که باران بر سرمان می ریخت و در خانه رعیتی را می کوفتیم که پناهمان بدهد، در صبحی که تک و تنها به میدان دهی می رسیدیم و از سر چاه آب بر می داشتیم و می خوردیم. اگر یکی از زنهایم همراهم بود و یا اگر تنها بودم، همیشه بودم. یا اگر برایتان ثقیل است، جور دیگری بیان می کنم. احساس می کنم که همیشه می توانم باشم. ولی درد من این است، نمی دانم آسمان را قبول کنم یا زمین را، ملکوت کدام یک را. اینجا دیگر کاملا تصادف است. آنها هر کدام برای من جاذبه به خصوص دارند. من مثل خرده آهنی میان این دو قطب نیرومند و متضاد چرخ می خورم و گاهی فکر می کنم که خدا دیگر شورش را درآورده است. بازیچه‌ای بیش نیستم و او هم بیش از حد مرا بازی می دهد. دکتر حاتم نفس عمیقی کشید. آشکارا به نفس افتاده بود. منشی جوان از لاعلاجی به رفیق ناشناس اشاره کرد. ناشناس چه کمکی میتوانست در فهم این مطالب به او بکند؟ صدای غرغر مرد چاق که نشان بی‌حوصلگی و عصبانیتش بود از حیات به درون اتاق میآمد. دکتر حاتم به سخن ادامه داد.
خودم را وقف مردم کردم. هر کار که خودشان خواستند برایشان انجام دادم، بیان که عقیده‌ام را به آنها تحمیل کرده باشم یا از آنها مزد و پاداشی خواسته باشم. من دو نوع آمپول دارم که خواص جداگانه‌ای دارند. انبارم پر از آنهاست. زنها و مردهای شهر، چه پیر و چه جوان، مخفیانه به من مراجعه می‌کنند و حتی کودکان خود را می‌آورند تا از این آمپول‌ها به آنها تزریق کنم. تقریبا 95% ساکنان شهر از خواستاران اینو تزریقات بودند. میدانید من فردا صبح از این شهر کوچ خواهم کرد. اما کار مردم را سامان دادم و به همه آنها یک دوره کامل تزریق کردم. آمپول‌ها در غیاب من تأثیر خواهد کرد. رنگ منشی جوان به سرخی گراییده بود. مردم این آمپول‌ها را برای طول عمر می‌زنند و یا برای ازدیاد و ادامه میل جنسی که در آن بسیار حریصند. اگر از نظر شرافت این کار من زیاد نجیبانه نباشد، که تقریبا کار دلالان محبت را می‌کنم، در پیشگاه حقیقت که خود من هستم مشکور خواهم بود، زیرا نه اراده و میل آنها را عملی ساختم و نه اراده و میل خودم را. آنها جز این چه لذت دیگری دارند؟ چه موضوع جالبی، چه سرگرمی و امیدواری و هدف دیگر می توانند در زندگی سراسر پوچ و خالی و خسته کننده و یک نواختشان داشته باشند؟ اما کسانی که جور دیگر هستند و طور دیگر می اندیشند و به سراغ من نمی آیند، منم با آنها کاری ندارم. منشی جوان فقط توانست بگوید آه. دکتر هاتم پرسید شما چیزی می دانستید؟ خیلی مبهم. از زنم چیزهایی شنیدم. او از آمپولهایی حرف می زد که اخیراً تزریق کرده بود. پس همان است. اما او احمق نیست. خیلی ها احمق نیستند. فقط گاهی انسان خودش را فریب می دهد. اما در مورد این آمپولها، حساب جوانی را هم بکنید. جوانی نیروی عجیبی است که حماقت و فریب را هم مسخره می کند. پس به من هم خواهید زد؟ اگر مایل باشید، هم به شما و هم به دوستانتان. نوعی از آن هستش که احتیاج به تزریق مکرر ندارد و حتی یک بار کافی است. آیا این لطف را می کنید؟ من اگر وقت داشتم زودتر از اینها به شما مراجعه کرده بودم. ذوق شما مرا به شوق می آورد. درست مثل نویسنده‌ای هستم که از کتابش تعریف کند. شما این خودخواهی را به یک پزشک پیر خرف ببخشید. این گونه شادی های حقیر پاداش یک عمر رنج ها و شاید خدمت های من است. این موهبتی است که شما بدون تظاهر و چشم داشت پاداش، در حالی که خودتان محروم و ناامید هستید، به دیگران خدمت می کنید. شاید امثال من لایق این موهبت نباشند. شکست نفسی می کنید. شما هم لایقید. کار می کنید. شرافتمند هستید. در ادارهتان منشی خوبی هستید. وظیفه شناس و مهربانید. راستگو پاکید برای ملکوت جوان و زیبایتان شوهره نیرومند و محبوبی به شمار می روید. در مواقع لزوم به دوستانتان کمک های گرانبهایی می کنید. به کسی هم هیچ کینه ای ندارید. دیگر چه می خواهید؟ شما هم در حد خود نمونه اید. شاید این تصادف نیکوی که در این لحظات آخر گذارتان را به اینجا انداخت و توانستید پا به پای زن مهربانتان از داروی من استفاده کنید، پاداش کوچکی باشد. پاداش ناقابلی باشد برای در پیش گرفتن شیوه خاص زندگیتان و افکارتان به چه چیز؟ آقای مودت در این هنگام حقیقتاً بحران سختی را می گذراند. مرد چاق را صدا زدند تا به کمک بیاید. ناشناس از روی صندلی برخاست و شانه آقای مودت را نگاه داشت. منشی جوان تشت لعابی را زیر دهان آقای مودت گرفت. دکتر هاتم با قیافه‌ای که ناگهان سرد و نامفهوم و بی‌اعتنا شده بود به آقای مودت خیره شد. آقای مودت به حال سکسیکو تهوع افتاد و فریادهای شدیدی زد. بعد نوار باریک، درخشان و لزجی از دهانش بیرون آمد. دکتر هاتم سر این نوار را گرفته بود و آهسته دور چوب کبریتی می پیچید. منشی جوان با وحشت گفت نکند روده نازکش باشد. دکتر هاتم آن را زیر دست امتحان کرد.
گمان نکنم، روده جور دیگری است. مسلما قسمتی از تشکیلات همان مرد چاق که عرق از سر و رویش می‌ریخت و در غیر این وقت حالتش هر کس را به خنده می‌انداخت با صدای کلفت خود گفت: هر چه هست که پدر همه را درآورد، مرا که از خورد و خوراک و زندگی باز کرد. من از همان روز اول که با این مودت رفیق شدم می‌دانستم که همچین سرنوشتی دارد. آدمی که همیشه لودگی و مسخرگی کند بهتر از این نمی‌شود. حالا را نبین که موش مرده اینجا افتاده است. وقتی سر حال و سالم باشد امان برای کسی باقی نمی‌گذارد. دکتر حاتم پرسید: راستی چه کارند؟ یادم رفته بود بپرسم. منشی جوان جواب داد: آقای مودت، یک بار عرض کردم اهل مطالعه اند و املاک مختصری هم دارند. آقای مودت با قیافه متعجبش که اینک اندوهگین بود دزدانه به دکتر حاتم نگاه کرد، گویی میخواست پوزش بطلبد. دکتر حاتم فکر کرد مثل بچه ایست که از بزرگترش ترسیده باشد. بعد از آن جن بیرون آمد. معلوم شد نواری که قبلا خارج شده بود دم او بوده است. جن به اندازه یک کف دست بود. شب کلاه قرمز و درخشان و دراز و منگول داری به سر داشت. قبا و ردای زرندود و ملیل دوزی شده به بر کرده بود و نعلین‌های ظریف کوچولو پایش رو می پوشند. مثل منشیان درباری قاجار بود، تمیز و باوقار. قلمدان و تومار کوچکی در دست گرفته بود و با دست چپ پسر بچه جندی زیبارو و سبز خطی را که چشمهای بادامی داشت تنگ در بغل می فشرد. لعاب لزجی سر و رویش را پوشانده بود. دکتر حاتم گفت: شیره معده آقای مودت است، باید با پنبه پاکش کرد. جن را خوش کردند. او با صدای زیر و دلخراشی خندید. دکتر حاتم به گوشه دیگر اتاق رفت تا اسباب تزریق آمپول‌ها را فراهم کند. جن چیزی روی ورقه‌ای نوشت و سلانه سلانه به طرف دکتر حاتم رفت و آن را به او داد. منشی جوان پرسید: چیست آقای دکتر؟ چه نوشته است؟ رمز است، باید کشف کنم. دکتر حاتم کتاب قطور و سیاه رنگی از قفسه کتاب‌ها درآورد و چند بار ورق زد و دست آخر آن را روی بخاری گذاشت و به مطالعه و نوشتن پرداخت. جن روی ورقه با خطی کج و معوج و عجیب چنین نوشته بود: تیکا. آقای مودت به دوران نقاهت پا می گذاشت و پسر بچه زیبا با ریش حنابسته جن بازی می کرد. چند دقیقه در سکوت و انتظار گذشت. دکتر حاتم پشت به آنها کرده بود و سر بزرگش به روی کتاب خم شده بود. نگاهش در روی کاغذ بر رمز کشف شده می لغزید. برگ انجام کار. من سراسر معده و روده آقای مودت 42 ساله را به خوبی کاویدم و دیدم که به سرطان خطرناک و کشنده معده از نوع گل کلمی دچار است. آثار و شکوفه های این گیاه در همه جای مخاط به خوبی دیده می شد. مرگ زود رست و افتضاح آمیز آقای مودت همراه با دردهای طاقت فرسا حتمی است. ارادتمند مأمور شماره 999. مرد چاق در کمال بی‌حوصلگی پرسید: کشف شد یا جان ما به لب می رسد؟ دکتر حاتم با صدای رعب‌انگیزی جواب داد: مطمئن باشید، نوشته از شما بی جهت با من مبارزه می کردید و مرا از مأموریتم باز داشتید. همین امشب خود شیطان رئیس مستقیم من به سراغتان می آید. اگر حرفی دارید با او بزنید و اگر هم توانستید به جنگش بروید. دوستان به هم نگاه کردند. آقای مودت به نرمی خندید. جن که اکنون شبیه یک جنگجوی مغولی شده بود به دکتر حاتم تعظیم کرد و سفیر کشان از درز در
بیرون رفت و در فضا ناپدید شد. آقای مودت و مرد چاق و منشی جوان باز هم با ناباوری و سرخوشی به هم نگاه کردند و بی‌قیدانه لبخند زدند. ناشناس از شیشه پنجره به آسمان خیره شد. قوس قرمزی در هوا نقش بسته بود که اندک اندک از اطراف محو می شد. دکتر حاتم آقای مودت و ناشناس را از معجون خود بی نصیب گذاشت و پس از آنکه منشی جوان برای مرد چاق توضیحات لازم و کافی داد و مخصوصاً تأکید کرد که این دارو عمر و میل جنسی را زیاد می کند، 4 آمپول از نوع روتارد به آن دو تزریق کرد. خداحافظ گفتند. دکتر حاتم کیف‌های پول آقای مودت و مرد چاق را به عقب زد. منشی جوان گفت: آیا باز هم می‌توانم شما را ببینم؟ این آرزوی من است. دکتر حاتم جواب داد: من فردا خواهم رفت، اما شما باز هم مرا خواهید دید. آنها بیرون رفتند. هنوز به خیابان نرسیده بودند که دکتر حاتم ناشناس را صدا زد. دیگران آن سوی خیابان کنار جیپ ایستادند. دکتر حاتم ناشناس را به درون خانه کشید و آهسته اما با لحنی قاطع گفت: برای این با تو حرف میزنم که میدانم امشب گفتگو نخواهی کرد. آقای مودت این اواخر ناراحتی های گوارشی نداشته است؟ دردهای در شکمش احساس نمی کرده؟ گاه گاهی خون بالا نمی آورد؟ ناشناس با حرکت سر به تصدیق جواب داد. دکتر حاتم نگاه سوزانش را در چشمهای او انداخت. به او سوزن نزدم، زیرا لزومی نداشت. تو را هم بخشیدم، چون به من کمک خواهی کرد. اما این راز را بشنو. من همه زنها و شاگردها و دستیارانم را کشتم و از آنها صابون و چیزهای دیگر ساختم. این آمپولهایی هم که به همه مردم این شهر و به دوستان تو تزریق کرده ام چیزی جز یک سم کشنده و خطرناک نیست که در موعد معین، یعنی چند وقتی که من اینجا نیستم، وقتی که فرسنگ ها از این شهر لعنتی شما دور شده ام و به شهر یا ده یا سرزمین لعنتی دیگری پا گذاشته ام و سوزن ها و سرنگ هایم را برای تزریق به مردمانش جوشانده و آماده کرده ام اثر خواهد کرد. کودکان را خیلی زود خواهد کشت و بزرگترها را با رنج‌های تحمل ناپذیر گوناگون و عوارض وحشتناک سرانجام از میان خواهد برد. من از همکنون آن روز فرخنده را به چشم می‌بینم. 7 روز دیگر را، روزی که حتی قوی‌ترین و سمج‌ترین افراد را از پا در خواهند آورد و شهرستان دیگر قبرستانی بیش نخواهد بود. آن روز ناله ها دیگر خاموش شده است. اجساد باد کرده اند و می گندند در کوچه ها. مرد چاق از آن طرف خیابان فریاد زد: آقای دکتر، خیلی معطل شدیم. اجازهش بدهید بیاید. آخر باز باید به باغ برویم. اجساد باد کرده و گندیده در خیابان‌ها و کوچه‌ها و اتاق‌ها روی هم انباشته شده است. لاشخورها فضای شهر را سیاه کردند. بوی مرده، بوی زن‌های زشت و زیبای مرده و مردان شاد و ناشاد. بوی بچه‌های چند روزه و جوان‌های تازه بالغ همه جا. آه، افسوس که من همیشه از این لذت تماشای مناظر محروم بودم، زیرا در هر شهر و هر سرزمین مجبورم زودتر از موعد کوچ کنم. آن وقت دکترهای شما چه خواهند کرد؟ بدبخت ها، آن چند جوان بیچاره دیوانه خواهند شد.
بو دیوانهشان خواهد کرد. خودکشی می کنند. ناشناس تکان خورد. دکتر حاتم زمزمه کرد: آخرین زنم را همین امشب خفه خواهم کرد. این کاری است که شبهای آخر اقامتم در شهر و دهی که باید ترکش کنم انجام می دهم. او اکنون با خیال راحت و دلی سرشار از عشق و محبت من خوابیده است. چقدر دلم می خواست عقیم نبودم و می توانستم بچه دار بشوم. آن وقت تشنج‌ها و جانکندن‌های فرزندانم را نیز تماشا می کردم. اما این میملام، او با همه کسانی که تاکنون در عمرم دیدم فرق دارد و تنها کسی است که خیالم را ناراحت می کند. او مرا به زانو در خواهد آورد. ذره ای از مرگ نمی ترسد، به استقبال آن می رود. مرگ، دهشت، بیماری، رنج برایش مسخره ای بیش نیست. او 40 سال شکنجه ها را تحمل کرده است و همین مرا در مقابلش ضعیف و متزلزل می کند. منشی جوان فریاد زد: نمی آیی؟ دکتر حاتم همچنان مزه مزه کرد: برو برو، سرانجام برای او هم فکری خواهم کرد. فکر بسیار تازه و زیبایی، اما نه در این ساعت آخر شب. مسلماً پیش از آن که کوچ کنم و شاید وقتی که سپیده می خواهد بزند. ناشناس لبخند زد و به سوی دوستانش رفت. در پشت سرش بسته شد. صدای گام‌های مرتب و شمرده دکتر حاتم که به درون خانه‌اش می‌رفت به تنین گنگ و خفته‌ای مبدل شد. در بیرون همه جا مهتاب.